بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بیشک این قرآن به راهی که آن استوارترین راه هاست هدایت می کند و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. و هر انسانی اعمال خیر و شرش را در گردنش آویخته ایم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را سرگشوده می بیند. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. و به او می فرماییم کتابت را بخوان، کافی است که امروز خود حسابگر خیش باشی. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کسی که هدایت یابد برای خود هدایت یافته است و کسی که گمراه گردد فقط به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و ما هرگز عذاب نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری بفرستیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. و پروردگارت چنین مقرر داشته است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند حتی به آنها کلمه اف نگو و بر سر آنها فریاد نزن و با نیکی و بزرگوارانه با آنها سخن بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و از روی مهربانی بال فروتنی برای آنها فرود آور و بگو پروردگارا به آنان رحمت آور همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند. و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. و حق خیشاوندان را بپرداز و همچنین حق مسکین و در راه مانده را بپرداز و هرگز اسراف نکن. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. و هرگز دستت را به گردن خودت نبند و ترک انفاق منما و بیش از حد آن را مگشا، آنگاه سرزنش شده درمانده بنشینی. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
یقیناً پروردگارت روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده و یا تنگ می دارد. بیگمان او به بندگانش دانای بیناست. ولا تقتلوا اولادكم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم این قتلهم کان خطأ کبیرا. و فرزندانتان از ترس تنگ دستی نکشید، ما آنها و شما را روزی می دهیم، به راستی کشتن آنها گناه بزرگی است. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفو بالعهد این العهد کان مسئولا. و به مال یتیم نزدیک نشوید جز به روشی که آن بهتر است، تا آنکه به حد بلوغ و رشدش برسد و به عهد خیش وفا کنید، بیگمان از عهد سؤال می شود. و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تأویلا. و هنگامی که پیمانه می کنید پیمانه را کامل و تمام دهید و با ترازوی درست وزن کنید، این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بدون شک گوش و چشم و دل هر یک از اینها از آن باز خواست خواهند شد. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. و در روی زمین با تکبر راه مرو، بیگمان تو نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز در بلندی و قامت به کوه ها نمی رسی. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. همه این کارهای ذکر شده بدی و گناه آن نزد پروردگارت ناپسند است. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. و به بندگانم بگو با یکدیگر سخنی بگویند که آن بهترین باشد، بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد میکند، به راستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریده ایم چنان که باید برتری بخشیدیم. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این روش و سنت ما درباره پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز را از زوال آفتاب تا تاریکی شب برپا دار و نیز قرآن فجر را بیگمان در هنگام قرآن خواندن در نماز فجر فرشتگان حاضر آیند. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و پاسی از شب را از خواب برخیز و با آن قرآن نماز بخوان که برای تو افزون بر دیگران است، امید است پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برانگیزد. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است نازل می کنیم و ستمکاران را جز زیان نمی افزاید. و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. و هنگامی که بر انسان نعمت بخشیم از حق روی بگرداند و متکبران پهلویش را دور کند و هنگامی که کمترین بدی به او برسد ناامید گردد. قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. ای پیامبر بگو هر کس به روش خود عمل می کند پس پروردگارتان به کسی که او هدایت یافته تر است داناتر است. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. و ای پیامبر از تو در باری روح سؤال می کنند، بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد و سپاس مخصوص خدایی است که بر بنده اش کتاب قرآن را نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحرافی در آن قرار نداد. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. در حالی که ثابت و مستقیم است تا بدکاران را از عذاب سخت او بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند مژده دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست. اینا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما آنچه که روی زمین است زینت آن قرار داده ایم تا آنها را بیازماییم که کدام یکشان بهتر عمل می کنند. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. و ما سرانجام آنچه که روی زمین است به خاکی هموار و بیگیاه تبدیل می کنیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. و آنچه از کتاب پروردگارت به سوی تو وحی شده تلاوت کن
هیچ کسی نمیتواند سخنان پروردگارت را دگرگون سازد و هرگز پناهگاهی جز او نمییابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می خوانند و تنها وجه او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمانت از آنها برمگیر و پیروی نکن از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل ساخته ایم و هوای نفس خیش را پیروی کردند و کارهایشان از حد گذشته است. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. و به راستی در این قرآن هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله می پردازد.